نظریه تکامل چیست و چرا این نظریه علمی در جوامع دینی اینقدر بحث‌انگیز و تنش آفرین بوده؟ دیدگاه های متفاوت اندیشمندان مسیحی نسبت به نظریه تکامل چیست؟ و آیا می شود ارتباط و هماهنگی بین نظریه های علمی و حقایق کتاب مقدس برقرار کرد؟ دوستان عزیز من ساسان توسلی هستم و این جلسه سوم سری جدید برنامه های علم و ایمان هست که در خدمت شما عزیزان هستم با همکار محترم برنامه برادرمون منصور برجی خوش آمدید منصور جان خیلی ممنون بنده هم سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز امیدوارم که تا حالا این برنامه ها رو دنبال کرده باشید چه سری اول و حالا چه مبحث جدیدمون تو سری جدید این برنامه ها دیگه تو این جلسه میخوایم وارد صحبت خود داروین و تئوری تکامل داروین بشیم تئوری خیلی بحثانگیز هیجان و ما تو دو جلسه اول این سری جدید یه مقدار صحبت های مقدماتی رو مطرح کردیم ولی میخوایم یه مقدار بریم توی داستان خود داروین و شما گفتید هیجان انگیز بحث انگیز یه جایش جا میندازی چون برخی از نویسندگان هم گفتن بحث تکامل که میاد ترس انگیز ترس <تصفح> ترسناک چون به محض <تصفح> که شما در موردش صحبت باید. میکنی انگار مورد آماج حملات قرار میگیره درسته باید. یعنی باید. باید شما که بحث تکامل رو پیش میکشی همه گارد میگیرن که الان چه دین باوران باشه خدا باوران باشند چه کسایی که باور ناخداباور... خدا ناباور هستند هر کدوم یه چیزی دارن به سمت شما بله حمله بکنن کاملا ترس انگیز هم کام، هست کاملا کاملا حرفتون درسته به شجاعت شما اینجا <تصفح> آفرین قربونت <اه>، برم <تصفح> پس میخوایم حالا خود صحبت داروین رو باز کنیم نظریه تکامل رو باز بکنیم چه تکامل رو نظریه‌ای که خود داروین مطرح کرد و چه تکامل نظریه تکامل امروز این مقدار میخوایم این رو دقیقتر وارد این بحث به طور دقیق‌تر بشیم نظریه تکامل نظریه تکامل داروین اِوولوشن که کلمه انگلیسیشه البته اینو, اینو ما نگفتیم تا حالا که اینو هم تو کتاب جان لنکس مطرح میکنه. جان لنکس هم تو کتاب اوریجنز که کتابایی که قبلا اشاره کردیم بذار اینجا من اینو سریع اشانتیونی بگم تکامل میتونه اب کلمه تکامل میتونه ابعاد و معانی مختلفی داشته باشه آ... تکامل میتونه فقط به معنی تغییر و تحول باشه در موجودات زنده خیلی اینا قبول دارن یعنی مسیحی ها با این بحثی ندارن که آ... میتونه تغییر و تحول توی یک گونه باشه به انگلیسی میگیم مایکرو اولوشن به نظرم به فارسی میگیم ریس تکامل مثلا تو یک موجود مثلا میگم ویروس ها وقتی که شما داروهای جدید ضد ویروس تولید میکنید اون ویروس ها تغییر میکنن که مقاومت داشته باشن برای اون داروهای پس این نوع تکامل تغییر و تحول تو یک گونه تو یک نوع حیوانی یا زیستی این جای بحث نداره حتی تو جامعه مسیحی خیلی محافظه کار که مخالف تکامل داروینه پس تکامل هر نوع تغییر و تحول رو ما تکامل میتونیم اسم بذاریم ولی تکاملی که بحث انگیزه تکامل داروین که به انگلیسی میگیم مکرو اولوشن اون تکامل بزرگی که حیوانات از گونه های مختلف به گونه های مختلف تغییر میکنن حالا میخوایم این رو مطرح بکنیم نه هر نوع تغییر و تحول تو هر حیوانی مثلا مسیحیایی که حتی عقیده دارن که خدا چند هزار سال پیش همه چیز را رو آفرید عقیده ندارن که مثلا میگن ما انواع و اقسام سگای مختلف داریم تو،, تو, زمان حال همه این انواع سگ که از هزار سال پیش نبودن ما خودمون توی تولید مثل و پرورش سگ ها سگ های مدل های جدیدی رو پرورش دادیم پس این نوع تغییر و تحول تو یک نوع موجود زنده این جای بحث نداره ولی اینکه حد و حدود این تغییر و تحول چقدر هست اینه که بحث انگیز هست و نظریه داروین وارد این بحث میشه وقتی صحبت تکاملی که حالا اون نظریه داروین رو داریم میکنیم داروین انگوش میذاره روی یک نظری که به انگلیسی میگیم natural selection انتخاب طبیعی که شما یک کلمه دیگه فارسی طبیعی فکر کنم اون انتخاب طبیعی طبیعی افتاده طرف. انتخاب طبیعی صحبت این هستش من میخوام خیلی به زبون ساده فارسی خودم این رو مطرح بکنم صحبت داروین این هستش که به این نتیجه میرسه تو تحقیقاتش که وقتی موجودات زنده اه، اه، وقتی تولید مثل میکنن تغییر و تحولی در از نظر ارسی به نسل بعدی داده میشه خود داروین نمیدونست چرا این تغییر و تحول اتفاق میفته و اون موجوداتی که در نسل بعدی خودشون رو بهتر وقف میدن به محیطشون اون موجودات تولید مثلشون بیشتر میشه و اون خصوصیاتی که به ارث اووردن رو بیشتر تولید میکنن در نوع خودشون پس اون موجوداتی که خودشون رو بهتر به محیط وقف میدن اون موجودات تولید مثلشون بیشتر میشه و اونایی که موجوداتی که خودشون رو وقف نمیدن به محیط خودشون از نظر قضا، تغذیه، نور بالاخره محدودیت نور و تغذیه با اسم میشه که یک اه، اه، یک حرکتی باشه در موجودات زنده که خودشون رو بتونن اه، اه، چی میگیم جلو ببرن در حیاتشون پس اون نسلی که خودشون، اون نسلایی که خودشون رو بهتر با محیط وقف میدن اونها در آخر تولیدشون بیشتر میشه و اون خصوصیاتی که به ارث اوردن بیشتر بقا بقا بغا... چیزه نه، چی میشه توی توسعه پیدا میکنه توی اون گونه و یواش یواش یک گونه به یک گونه دیگه تبدیل میشه به خاطر این خصوصیاتی که پله به پله اتفاق افتاده در تولید نسل و در نسلشون پس این پروسه ای که این حالت چیز پیدا میکنه حالت متافوره که میگیم انگار طبیعت natural selection انگار طبیعت داره انتخاب میکنه که انگار اون نسلی که خودشو بهتر بخف میده تولید مثلش بیشتر میشه بقاش طولانی تر میشه موفق میشن در به ارث دادن خصوصیات موفق و اون میشه یک گونه جدید از اون موجود زنده چه گیاه باشه چه حیوان باشه چه یعنی اون گونه و انواعی که اون خصوصیات برتر رو ندارن ناخد... به مرور زمان حذف میشن اونهایی که خصوصیات برتری رو کسب کردن تولید مثل میکنن به بقای, خو... بقای خودشون یه جوری تضمین میکنن بله حالا کلمه برتر هم آره خودشونو وقف دادن من اینطوری خودشون خودشونو ادپت کردن کلمه داروین کلمه ادپتیشن استفاده میکنه خودشون ادپتیشن همون تطبیق دادن تطبیق میدن با محیطشون که برای بقاشون مفیده برای تولید مثلشون مفیده موفق توی تولید مثل کردن این فقط نظریه داروین نچو اینه یعنی اون پایه ستون اصلی داستان تکامل داروین حالا امروزه وقتی میگیم تکامل درسته حتی میگیم تکامل داروین انتخاب طبیعی ولی امروزه یک ستون دیگه هم این داستان تکامل داره که به انگلیسی میگیم نیو داروینزم داروینزم نو و این نیو یه ستون دیگه هم داره و اون ستون خیلی مهم که اون ستون بینشش برمیگرده به یک مسیحی راهب کاتولیک اتریشی به نام مندل جورج مندل که درباره صحبت کردیم تو سریه اول که جورج مندل یکی از پدران علم ژنتیک هست و اون صحبت ستون دیگه داستان تکامل امروز این حرف داروین نیست تکامل امروز نیو داروینیزم امروز هست که میگه این دلیل اینکه اصلا تغییر و تحول اتفاق میفته از یک نسل به یک نسل دیگه به خاطر ژن هست مسئله ژنتیک و توی تولید هر, هر, موجودی که تولید میکنه خودش رو تولید مثل میکنه اطلاعات ژنتیکیش رو انتقال میده به نسل بعدی ولی تو هر انتقال ژنتیک یک سری از اون برنامه ژنتیک تغییر و تحول پیدا میکنه پس به خاطر تحولات ژنتیکه که یک موجوداتی خودشون رو میتونن بهتر وقف بدن با محیطشون پس دو ستون اصلی تکامل تغییر و تحول ژنتیک باعث میشه که یک نسل نسلای تولید شده خودشون رو بهتر بتونن وقف بدن و اونهایی که خودشون رو بهتر میتونن وقف بدن تکسیر میشن ت... تکسیر میشن و اون یواش یواش باعث میشه که یک گونه جدید شکل بگیره پس انتخاب طبیعی هم میشه ستون دوباره باره پس انتخاب طبیعی با تغییر و تحول ژنتیک این دو تا پایه نیو یعنی خود داروین هم یه جوری شک داشت که به چطور میشه که این خصوصیات به نسل‌های بعدی میرسه اما نمیدونست دقیقا که آره، داروین یه ای داد ولی خودش هنوز به بینش ژنتیک نرسیده بود مندل های داروین رو خون گفت من میدونم چرا این تغییر و تحول اتفاق میفته و حالا چه داروین چه خود مندل از چه طریقی به این نتیجه رسیدن این تغییر و تحول ژنتیکی خب سال قرن که انسان داره چیز میکنه پرورش, پرورش گیاهان حیوانات پرورش, پرورش گیاهان گیاهان مختلف رو پرورش میدیم حیوانات رو پرورش میدیم پس وقتی این حیوانات میبینیم که یه خصوصیاتی به ارث میرسه که باعث میشه نسل بعدی تو یه زمینه خودش رو مفیدتر به محیطش وقف بده موفقتر به محیطش وقف بده پس این بینش داروین و بینش مندل دو تا ستونه داستان تکامل امروز هست حالا میخوام که اشاره بکنم به کتاب مگرث دوباره داروینیزم اند دیواین الیستر مگرث استاد الهیات در دانشگاه آکسفورد صحبت داروین اینجا حالا یه فصل خیلی عالی داره درباره خود داروین این تکاملش و رابطش با الهیات صحبت داروین خودش خب بالاخره از یه خانواده مسیحی به دنیا میاد خیلی خانواده طبقه بالا اول اصلا میخواسته کشیش بشه بعد میبینه آقا سر از الهیات در نمیاره بعد پدرش میخواد این بره پزشک بشه پزشکی هم بهش نمیچسبه آخر سوار یه کشتی میشه سال 1831 و مسافرت مشهورش میره برای پنج سال در کشتی به نام بیگو و توی این مشاهداتش تو آمریکای جنوبی و دیگر نقاط دنیا که با این کشتی مسافرت میکنن داروین این نظریش البته نز... کتابشو کتابش رو ده ها سال بعد می نویسه. 1859 کتاب مشهورش Origin of Species که به فارسی چی میگه؟ منشای گونه ها رو داروین سال 1859 می اون ادیشن اولش ولی بین 1831 تا 1836 تو اون پنج سال سفرش داروین مشاهداتش داروین رو به نتیجه می رسونه که آقا این داستانی که خدا حیوانات رو به طور مستقیم مستقل از هم آفریده در نقاط دنیا یه جاهایش برای داروین چیز بود مشکل, داشت, مشکل داشت, داشت. داشت که آقا با مشاهداتی که داروین داشت نمیتونست خوب خودش رو تطبیق نمیداد که خدا همه حیوانات رو مستقیما و مستقل از هم خلق کرده چرا؟ خوام نمونه بیارم که ملموس بشه اینجا از مگرات میخوام استفاده کنم میگه خیلی از حیوانات برای داروین به نظرش میرسید که چیزهایی دارن خصوصیاتی دارن که اصلا به کار گرفته نمیشن توی این موجودات مثلا حیوانات پستاندار نر که پستان دارن پستان برای یک موجود نر مثل آقایون هیچ فایده چیز نداره هیچ یعنی میخواد بگه که این چه طراحی اگر خدا یعنی عقیده خیلی مسیحی بر این بود که خدا همه ما رو دقیقا طراحی کرده همه موجودات رو دقیقا هر خصوصیاتی که موجودات دارن ریز به ریزش طراحی خداست و مستقل از هم خدا اینا رو آفریده داروین گفت مثلا پرنده هایی که بال دارن ولی پرواز نمیکنن، موجودات پستانداری که نرن و پستان دارن خیلی خصوصی یا خصوصیاتی که توی حیوان براش خیلی مفیده توی حیوان دیگه اصلا به کار گرفته نمیشه برای داروین این سوال شد که این چه طراحیه این چه نقشه که چطوری میتونه این اتفاق بیفته یه نکته دیگه که این برای بینندگانم باید خیلی نکته مهمی باشه واسه من خیلی جالب بود مسئله این بودش که توی داستان فسیل داروین مشاهده کرد که چقدر از گونه های ها و موجودات زنده نابود شدن و اینم با اون دیدگاهی که خدا همه چیز رو خلق کرده و اگر خدا خدای نیکو دنیا رو خوب خلق کرده این همه موجودات نابود شدن این دوباره یه مقدار تنش ساز بود توی کتاب دنیس الکساندر که الان دست شماست بعدا میخوام ازش نقل قول بکنی اینو من از کتاب دنیس الکساندر دارم که برق از سرم پرید من اینو خوندم 99 درصد موجودات زنده که ما در تاریخ حیات زمین ازشون آثار میبینیم نابود شدن 99 درصد یعنی به نظرم تو کتاب دنیس الکساندر میگه تقریبا دو میلیون گونه موجود زنده هست ولی 99 اینا الان هست ولی 99 درصد تو فسیل شناسی میبینیم نابود شدن برای داروین این دوباره یک مشکل بود که این همچین خیلی تطبیق نداره با داستان اینکه خدا همه موجودات رو خلق کرده زمین رو آفریده تو چند هزار سال پیش و مستقل همه چیز آفریده شده نکته دیگه ای که واسه داروین مهم بود اینه که توی جاهای مختلف جغرافیایی موجودات تنوع و تعدادشون خیلی فرق داشت و اینو برای داروین دوباره علامت سوال بود و نکته آخر اینه که میدید که موجودات که مثلا یک نوع پرنده هست ولی این پرنده توی این جزیره این خصوصیات رو داره توی اون جزیره یا توی اون قاره همون پرنده یه خصوصیات دیگه داره و به نظر میرسه که این محیط زیست اینا رو شکل داده این خصوصیات رو نه اینکه فکر کنیم که خدا این پرنده رو مستقل آفریده برای این جزیره اینا رو من دارم به زبون ساده میگم مثلا یه پرنده توی چیز توی آفریقا یه خصوصیاتی داره ولی همون پرنده نوعش توی آمریکای جنوبی که یه خصوصیات دیگه داره پس این تاثیر محیط زیست روی گونه های مختلف حیوانات داروین بعد از دهها سال فکر روی این پدیده ها و مشاهداتش به این نتیجه میرسه که به جای اینکه باور کنیم که خدا حیوانات رو اینطوری مستقل خلق کرده بدون هیچ ارتباطی با هم جواب بیشتر میده اگر باور کنیم که نه این انتخاب طبیعی مکانیزم این تنوعه یعنی گفتیم توی جلسات پیش داروین اصلا صحبت این رو مطرح نکرد که حیات چطوری به وجود اومده ولی بعد از به وجود اومدن حیات کسرت کسرت و تنوع موجودات زنده از طریق این داستان تکامل اتفاق افتاده نه خلقت مستقل خدا برای هر نوع حیوان و گونه حیوانی پس نه خلقت ابتدایی بلکه این چیز سانوی تنوع و تکسر سانویشون هست که آره, یعنی با کار اول کاری نداشت ولی اینکه پس این داستان تکم... تکامل تنوع در طول دراز مدت توی طبیعت به خاطر تولید مثل بقا محدودیت غذا و نور و مواد اولیه که برای موجود زنده نیاز هست این تقلای موجودات زنده در محیط زیستشون باعث شده که موجودات این خصوصیات پیدا بکنن که خودشون رو بهتر وقت بدن و تولید مثل بکنن و اون خصوصیات گونه های جدید حیوانات رو شکل بده پس این داستان تکامل داروین حالا اینجا میخوام تو این جلسه این سوال رو مطرح کنیم که آیا برای داروین این پروسه تکامل پس باعث شد که داروین بگه پس خدایی نیاز نیست خدایی وجود نداره چون تکامل جواب همه سوالا رو داده یا برای داروین تکامل جای خودش رو داشت و باور به خلقت و خالق پشت این تکامل جای خودش رو داشت این یه سوالی که میخوام حالا پاس بدم میکروفون رو به شما آقای دنیس الکساندر اتفاقا معتقده که به خاطر همین چیزی که کتابش معرفی کنی بل... لطفا بل... کتاب ایشون Creation or Evolution uh, Do We Have to Choose یک uh, مختصری میگه که خلقت یا تکامل آیا باید یکی رو انتخاب بکنیم خلاصه ای در واقع از محتوای این کتاب رو به صورت یک مقاله ایشون نوشتن چند سال پیش ترجمه شد و در وبسایت کانون فرهنگ و اندیشه مسیحی هست با همین عنوان شاید دوستان بتونن آدرس سایت رو بگذارن که اگه علاقه من باشن کسانی برن بخونن محتواش رو آید نیس الکسندر معتقده که خب خود ایشون هم بیولوژیست هست میگه که بیشترین محتوای تحقیقات داروین اتفاقا زیست شناسان است و ایشون خیلی تلاش زیادی هم میکنه که نشون بده که نظریه اون هیچ پیامدهای های دینی یا الهیاتی رو در بر نداره در جایی در همین مقاله که خدمتون از کردم ترجمه هم شده ایشون میگه که بیش از هزار خورده مقاله نوشته نامه نوشته دو هزار نامه نوشته داروین. داروین, از این تعداد دیویست داشتن به روحانیونی نوشته که از دوستان شخصی ایشون محسوب میشدن و آمار اطلاعات بیولوژیکش رو در اختیار ایشون قرار میدادن پس برخلاف اون که تصور میشه که حالا نظر داروین و تکامل کلا یک توطعه مرموزی بر علیه باورمندی به خدا شواهد تاریخی حداقل در مورد خود داروین چنین چیزی رو تایید نمیکنن اولا اینکه شما اشاره کردید خودشون اول آموزش الهیات میدید در کمبریج بعد از اون هم تا حتی موقعی که نگارش کتاب منشأ گونه هاش به سرانجام میرسه خودش رو به یک معنا هنوز خدا باور میدونه که خدا این قوانین طبیعی رو قرار داده هرچند شاید خودش فعالانه درش حضور نداره اما خداست که منشای این طبیعت هست و این قوانین طبیعی هست و حتی یک نکته مهم دیگه این که در آخرین ویرایش کتاب گونه هاش که در سال 1872 هست آخرین جملهش یک نق... یک جمله خیلی تکان دهنده ای داره که اگه اجازه بدید من این رو بخونم میگه که در این نگاه به حیات در این نگاه تکامل باور به نگاه یک نوع شکوهمندی میگه وجود داره ام... که با نیروهای متعددی که در ابتدا توسط یک خالق دمیده شدند در این حیات با نیروهای متعددی که در ابتدا توسط یک خالق دمیده شدند در چند نوع یا گونه از حیات و شاید حتی یکی بعد میگه که چطور همه اونها با گر... گذر زمان و گردش زمین و نیروهای جاذبه و اینها از یک آغاز ساده الان به یک گوناگونی بسیار متعدد زیبا و عالی رسیدند و تکامل یافتند این کلمه تکامل یافتند که در واقع در آخرم میگذاره جالبه که در این آخرین ویرایش کتابش هست آقای الکساندر اشاره میکنه که در اولین نسخهش اتفاقا ایشون 104 بار از کلمات خلقت خالق و مخلوقات در واقع استفاده میکنه در حالی که مثلا از کلمه تکامل صفر هیچ هیچ بار از هیچ دفعه استفاده نکرده بوده آره من فقط این نکته انقدر مهمه که این کلمه اون اون نقل قول جمله آخر ویرایش آخر کتاب منشأ گناهاش اون اصطلاحشو انگلیسیشو بگو که میگه اوریجینالی نه نه اون آره آره کریئتور اوریجینالی بریذد بله آره میگه م... originally breathed بای دی creator اوکی یعنی تو قشنگ گفتی دمیده خب بله. آره ولی یعنی انگار نفس خالق بله. به یک حیات رو به وجود آورده توی گونه های اولیه حالا یه گونه یا چند گونه و بعد این خلاقیت خالق توی این خلقتش باعث شده که این گناهها ها خودشون در مورد زمان تکامل ولی اینکه تکامل پیدا کنن ولی اینکه این نفس خالقه دمیدن این خالق بوده که حیات رو توی گونه ها آورده و بعد گفتی که صد و خورده ای بارم از کلمه خلقت و خالق بله؟ استفاده در حالی دید. که از کلمه تکامل استفاده نکرده حالا بر در نسخه های آخره که میبینیم این کلمه رو میاره دلایل متعددی ممکن هم ممکنه داشته باشه اما این که حالا بخوایم ناخدا باوری رو بلد. پیوند بدیم به داروین بیچاره چنین چیزی خیلی سخت خود داروین میگن تا زمان انتشار کتاب اونطور که خیلی از همین دانشمندان میگن کماکان به باورهای دینیش پایبند بوده هرچند ایشون یه در یک نوسانی هست خودش, خودش این, این نقل قولی که... داره داروین در اواخر عمرش که میگه چی خودش رو تو چه جایگاهی جایگاه میبینه جایگاه اگناستیک میبینه ز... یعنی تا اه... یک دوره‌ای بین اینکه آیا این خلقت هدف داره و اه... یک طراحی پشتش هست اه... و اینکه آیا نیست در یک نوسانی هست و تا زمانی که حال توماس هاکسلی که شما بهش اشاره کردید این کلمه اگناسیسیزم یا لایدریگری رو تازه اون موقع ابداع میکنه از بعد ایشون هم این کلمه رو برای خودش به کار میبره یعنی این دوچار ندانمی میشه ولی باز میگیم بین نوسان داره بالا پایین داره بینش ولی هیچوقت خودش رو در اون کمپ آخری که نیست انکار خدا, خدا قرار نمیده و خب البته رسیدن داروین فکر میکنم به جاست که این هم اشاره بکنیم به این نقطه تنها به خاطر وضعیت مطالعاتش و نتیجه گیری تحقیقاتیش و اینها نبوده شما میدونید شاید خیلی از بینندگان عزیزمون هم اینو بدونن که باورمندی به خدا و ناباوری به خدا همیشه نتیجه کنکاش های فکری و عقل و منطق نیست باید. که به یه نفر حالا بیایم منطقی باور به خدا رو قبول بکنیم پس این شخص مؤمن به خدا بشه معمولا عوامل متعددی تو زندگی آدم در خدا باوریش و ناخدا باوریش تاثیر داره و در مورد ایشون هم به هر حال وقتی زندگی نامش رو میخونی و فیلمی هم که اخیرا چند سال پیش البته درست شده بود از زندگیشون یه طوری نشون میده که به مرگ دخترش و کلنجار سالش فوت کردش و رفتن با این باور که خب خدای نیکو چطور چنین چیزی رو اجازه داد میدونی پس به برای خودش هم در یک معزل روحانی هم قرار میگیره اینها میتونه عوامل تاثیرگذاری بوده باشه در این که بالاخره به با اون لایدریگری نزدیک ولی خودش قشنگ اعتراف میکنه به دوستای مسیحیش حالا اینو تو جلسه بعد بیشتر واردش میشیم که میگه نزد عقیده به تکامل و تعهد جدی به خدا با همدیگه میتونن کاملا تطبیق داشته باشن باشه. این جمله آخر این صفحه که الکساندر داره میخواد انگلیسیش هم بخونی برای دوستان when darwin is later in later life was replying to a letter asking whether theism and evolution were uh, compatible he replied saying that indeed it was possible to be an ardent theist and evolutionist it's, نیشه it's... یک خدا باور جدی بود و همینطور یک باورمند به تکامل. تکامل پس خیلی ممنون پس میبینیم که خود داروین اشاره به نفس خالق میکنه <laughs> که این نفس خالق که حیات رو به وجود آورده و این هم اصلا به عنوان چیز نیست یکی بگه آره میخواست ماسمالی کنه توی دوران خودش گنده کار نه 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 اصلا رو هم داروین با کسی نداشت پس اشاره به خالق که اون دمیدن خالقی که حیات رو به وجود آورده بیشتر از صد بار اشاره به خالق و خلقت توی داستان تکامل جواب به دوستان مسیحیش که آدم میتونه متعهد به خدا باشه و باورمند به تکامل باشه و علارغمی که میگه خودم بارها نظرم عقب جلو میره در آخر عمرش میگه حالا شاید نمیدونم خدا هست یا نیست ولی هیچ وقت داروین خودش رو خدا ناباور نمیدونه و حتی خدا باوریش هم البته بیشتر حالت دیزم داشت که خدا خلق کرده و گذاشته که این با حال خودش ادامه پیدا بکنه عقیده نداشت که مثلا به کتاب مقدس و موجزه و این حرفا یعنی خدایی که وارد داستان خلقت بشه در ارتباط باشه نمیگیم مسیحی متعهد نیست داروین ولی خدا باور بود برای قسمت زیادی قبل از اینکه وارد دانشکده الهیات بشه پدر به دعوت پدرش درخواست میکنه که اجازه بده اول در این مورد تحقیق بکنه <applause> که آیا حاضره که اعتقاد نامه کلیسای انگلیکن رو به یا نه بعد از خوندن اون و تطبیقش با باورهاش میگه اشکالی نمیبینه هرچند به اونجا نمیرسه به ایرانی معمم نمیشه آخرش ولی البته <تابع> <Okay. تابع> <تابع> در... اینم جالبه آدم بگه بالاخره این رو هم که آخرش هم بعد از فوتش هم در وستمینستر ابی با... دفنش میکنن یعنی yani حتی در آخر عمرش با تمام بحثایی که بهش به وجود اومده بود کلیسا اون رو در جایگاه خودش دفن میکنه در درون کلیسا و اینکه حالا وارد این خواهیم شد که عکس مسیحی مسیحیا چی بود که این نکته خیلی جالبیه به صحبت های جلسه آیندهمون ولی پس میخوایم بگیم که خود داروین واقعا کسی نیستش که علم بکنه تئوریش رو به عنوان یک نظریه بر خدا و خدا باوری داشتن این نگرش در مورد داروین و اینکه خودش چه باوری داشت و در آخرش آخرین بیانی ها از, خودش و همینطور این آخری که اشاره کرد به مرگش و پذیرش اوند و حتی دفنش در یک کلیسای خیلی آ... مشنام مسیحی نشان دهنده این هستش که برچسب ناخدا انکار خدا حداقل به داروین نمیچسبه حالا به شاید بتونیم در برنامه‌های بعد به واکنش مسیحیان و همینطور غیر مسیحیان به نظر او برسیم خیلی ممنونیم از بینندگان عزیز و همینطور شما که در این گفتگو با ما شرکت داشتید امیدواریم که برنامه‌های بعدی هم مورد توجهتون قرار بگیره تا وقت بعد و برنامه‌های بعد شما رو به خدا بسپارم